توقف خدمات بیمه های دبی به بیمارستان ایرانی دبی، بیمارستانی که زمینش را شیخ راشد، حاکم سابق دبی هدیه داده بود و قدمتی 50 ساله دارد، باعث تعجب همگان شد. نوامبر 2018 در بیانیه هیئت بهداشت دبی آمده که خدمات بیمه‌ای این بیمارستان تا زمانی که وضعیتش را مطابق با قوانین مراکز درمانی دبی تطبیق ندهد متوقف خواهد شد. هیئت بهداشت دبی از اینکه این مرکز درمانی خود را در چنین وضعیتی قرار داده ابراز تأسف کرده است. اما تفاوت این بیمارستان با سایر مراکز درمانی دبی چه بوده؟ کافیست سری به بیمارستان ایرانی دبی بزنیم. یک تفاوت اساسی به چشم می‌خورد. فضای این بیمارستان مطابق با مناسبت‌های سیاسی و مذهبی ایران تغییر می‌کند. پرچم‌های سیاه و تبلیغات مذهبی و سیاسی گاه و بیگاه در فضای بیمارستان ظاهر می‌شوند. به سمت دیگر این بیمارستان نگاهی بیاندازید. مسجد امام حسین. در نگاه اول یک مسجد معمولی شیعی مانند سایر مساجد شیعیان دبی می باشد. اما در واقع این مسجد دفتر غیر رسمی نماینده ولی فقیه در امارات است. دارندگان کارت‌های عضویت این مسجد از بیمارستان ایرانی خدمات همراه با تخفیف دریافت می کنند. شگردی دیگر برای وارد کردن اعتقادات مذهبی به فضای درمانی کشور امارات و کشاندن مردمی که به دنبال خدمات درمانی ارزان هستند به یکی از دفاتر ولی فقیه. تبلیغات مذهبی در کشوری که مراکز درمانی آن موظفند به هر انسانی بدون در نظر گرفتن دین و مذهبش خدمات برابر ارائه دهند. آیا ایرانیان خارج از کشور نیز قربانیان سیاست‌های ایدئولوژیک ولی فقیه شدند؟